با هم چی کار داشتی چنار؟ کاری ندارم، خواستم باهات صحبت کنم. نکنه سرنخی پیدا کردی؟ هنوز نه دنیز، دیگه نمیخوام درگیر این اتفاقات بشی. نمیخوای درگیر این اتفاقات بشم؟ یکی گردنبندو میذاره تو کیفم و به هم تهمت دزدی میزنه، اون وقت تو میگی درگیر نشم چنار؟ آره دنیز، گردنبندو دادم به بابا فهم، همشو بهش گفتم. بابام دیگه خودش بهتر میدونه چیکار کنه، واسه همین نیاز نیست کاری بکنیم، نگران نباش. پس میگی فقط باید تماشا کنم؟ دنیز، بهت قول میدم قضیه رو حل میکنم، نگران نباش دیگه. چنار، یکم درکم کن. میخوام هر کی این کارو کرده، این تله رو گذاشته تا به هم تهمت بزنه پیداش کنم. دنیز، منم میخوام، ولی بسپر به بابا فهمی. امیدوارم زودتر پیدا بشه چنار، امیدوارم. زود باش، برو به کارات برس، خیلی طولش دادی دختر، وقتشه که شروع کن. حق با توه، به خاطر این موضوع گردم من نتونستم روی کارم تمرکز کنم. من میرم تو حیات. باشه باشه، خسته نباشی. تو هم همینطور. سلام. خوش اومدی، بشین سر پا نمون. دنبال ازگور میگردی؟ آره، آخه این دورو بر ندیدمش. بیرونه، فرستادمش دنبال کاری، چون که فکر کردم اینطوری مناسب تره تا با هم صحبت کنیم. عزیزم، منم خیلی کنجکاو شدم، آخه میخواستم بدونم در مورد چی میخوایم با من صحبت کنیم. اصلا دوست ندارم حاشیه روی کنم، میدونم تو کوشی عداسی چه اتفاقی افتاده. کاری که میکنی ساده است داداش، جنسایی که شرکت میده رو میرسونی به مشتریه، همش همین. خب میگم، شیفت کاریش کیه؟ شبا کار میکنی داداش، روزا خیلی شلوغه. آها، فقط شبا؟ نه، روزام حمل و نقل داریم، اما تو شیفت شبی، یعنی اینجوریه که دو شیفت کاره، یکی صبح یکی شب. اگه در آینده خوب کار کنی شیفت روزا میگیری. باشه، فهمیدم. خوبه، فقط از مشتری سوال پرسیدن و اطلاعات کارمونو به دیگران دادن ممنوعه، رازداری برامون خیلی مهم. فهمیدم، کارو انجام میدم ولی با مشتری ها صحبت نکردم. این کار به نظرم یکم عجیبه داداش. شرکت ما معتبره، با کارهای غیر قانونی سر و کار نداریم. باشه، خب این تحویله. داداش، داری همین لحظه قوانین رو نقض میکنی. چی گفتم؟ سوال پرسیدن ممنوع. آه، درباره پول، اینطوریه که کارو انجام میدی، تحویل دادی، فرداش پول دستته. فهمیدم، تحویل بدم، فرداش پول دستمه، به کسی هم چیزی نمیگم. همینقدر. پس مبارک دیگه. مبارک آقا سردار. اولین تحویلم امشب داداش، بهت اعتماد دارم. اول اینو به هم بگو که پسر من اهل این کارا نیست، به خاطر تو رفت اداره پلیس. این اصلا شایسته ی تو نیست، خیلی زشته. من چیزه، واقعا معذرت میخوام، اما میتونم توضیح بدم خاله نوران؟ البته که میتونی توضیح بدی، بایدم توضیح بدی. خیلی خوب، میخوای به مادرت و پدر بزرگت هم توضیح بدی؟ خواهش میکنم بذارین من جریانو براتون توضیح بدم، چون اصلا اونطوری که شما فکر میکنی نیست. آروم. خاله نوران، اگه مامانم و بابا بزرگم بفهمن خیلی عصبی میشن. نمیفهمن، نترس. ازتون ممنونم. دیگه هرگز این اتفاق نمیفته، من بهتون قول میدم. نمیفهمن، اما فقط به یه شب. شرط؟ آره شرط. به خاطر تو پسرم اولین باره که رفته کلانتری و میخوای منم همینطور ساکت بشینم. آره، به نظرت کدوم مادری این کارو میکنه؟ از من چی میخوای؟ فکر کنم از این موضوع خبر داری که ازگور بهت علاقه داره، از این به بعد تو هم عین خودش رفتار میکنی. یعنی چی؟
ببین دخترم، ازگور به خاطر تو خودشو توی خطر انداخت. از این به بعد خودتو بهش نزدیک میکنی. در ضمن با مامانت هم حرف زدم، اونم موافقه. شما با مامانم حرف زدین؟ آسین، فکر کنم حرفامو نمیفهمی. میخوای بازم تکرار کنم؟ فهمیدم خاله نوران، فهمیدم. پس توافق کردیم. عالیه. ببینم چی نوشتی یالچی. قضیه رو خیلی خوب حل کردی، واسط بهترین رو میخرم. خیلی دلم برا تنگ شده، روزایی که بی تو میگذره خیلی سرده، شب و با فکر تو میخوابم، روزام با فکر تو بیدار میشم. دل منم برا تنگ شده یالچی. با آغوش باز منتظر دیدارت هستم. واسه رسیدن به تو بیقرارم عزیز دل من. از شر آهو خانومم خلاص میشی. به خاطر تو پسرم اولین باره که رفته کلانتری و میخوای منم همینطور ساکت بشینم؟ آره؟ فکر کنم از این موضوع خبرداری که ازگر بهت علاقه داره. از این به بعد تو هم این خودش رفتار میکنی. ازگر به خاطر تو خودشو توی خطر انداخت، از این به بعد خودتو بهش نزدیک میکنی. با مامانت هم حرف زدم، اونم موافقه. وای ازگر احمق احمق، اینقدر بهت گفتم به کسی چیزی نگو، نتونیستی جلو دهنتو بگیری؟ آی حالا چی کار کنم؟ بچه ننه رفته همه چی رو تعریف کرده، الان چی کار کنم؟ چطور از دست این جادوگر خلاص شم؟ اوف، میگه مادرتم خبر داره، میگه مادرتم میدونه. اوف، یا بازم این زنگ زده. بله آهو خانم. وقتی بهت زنگ میزنم چرا جواب نمیدی؟ تو همون بودم نشنیدم. ببین چی میگم، نمیخوام چند روزی خیلی تو چشم باشی. چرا؟ اینقدر سوال نپرس، کاری که میگم رو بکن. اگه چنار اومد پیشت یا اگه بهت زنگ زد حواست باشه. چنار؟ آره، این روزا خیلی کنجکاو شده. آخه چرا؟ چیزی شده؟ شک کرده؟ منم نمیدونم. وقتی کاری که میگم و بکن. اگه بفهمن تو اون گردنبند رو گذاشتی تو کیف دنیز، اصلا واسط خوب نمیشه. تو اینجا چی کار میکنی؟ داشتم میرفتم اتاقم. چیزی شده آهو خانم؟ مثلا چی؟ آخه نمیدونم، مضطرب به نظر میرسی. با تلفن حرف میزدم، تو رو دیدم تعجب کردم، همین. فهمیدم، اما من هیچ چیزی رو نشنیدم، فقط وایستادم بهتون سلام کنم. با یالچین حرف میزدم، از وقتی رفته اونجا نتونستم باهاش حرف بزنم. خوبه. ای بابا، آخه چطور ممکنه یادم رفت؟ چی رو؟ یه جلسه مهم با کارخونه دکمه سازی. کی؟ یه ساعت دیگه. اگه ناراحت نمیشی من باید برم. خیلی خوشحال شده بودم از اینکه قراره با هم بریم، اما البته جلسه مهمتر از منه دیگه. ولی بهت قول میدم که جبران میکنم. باشه، یه روز دیگه، اما قول تو یادت باشه. باشه باشه، البته که یادم میمونه. باشه، پس منم برم به کارم برسم عزیزم. باشه، خسته نباشی. میبینمت. میبینمت. Thank you.
میبینم که خیلی سریع اقدام کردی. ایول. آره؟ مگه خودت اینو نمیخواستی؟ آره؟ از الان دیگه آزادی مرد. تو هم همینطور. خیلی به هم میایین میدونستی؟ خیلی ازت ممنونم. مامانتم خوشحال میشه چون اون دختره در حدته. چیز بدی گفتم؟ نه، حق با توه. من نخواستم تایید کنی مرد، فقط چیزی که مشخصه رو گفتم. در ضمن خیلیم خوشحالم برات. این که یه کسی توی زندگی تو هم هست خیلی خوبه. امیدوارم خوشبخت بشین. مثل همه رابطه ها مشکلات کوچیکی وجود داره، اما در کل خیلی خیلی خوشحالیم. انقدر سریع فهمیدی که ایدئالته؟ خودم هم انتظار نداشتم انقدر سریع به دلم بشینه. خب زندگی دیگه، اصلا معلوم نیست کی و کجا و چطوری درگیر میشی، مگه نه؟ بعضی وقتها زیبایی های جلوی چشتو نمیتونی ببینی. دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. دقیقاً. پس منم الان میرم سر کارم مرد. خسته نباشی. ممنون. چرا اونجوری که میخوام نمیشه؟ اینم قشنگ نیست. چنار؟ چقدر به موقع اومدی؟ چی شده؟ دلت تنگ شد؟ بشین. خب میشنوم. ازت یه نظر میخوام. اینجا رو میبینی؟ انگار یه چیزی کم داره. خیلی هم خوبه که دنیز. نمیدونم، یه جور مصنوعی به نظر میاد. مثلا اگه رنگشو عوض کنم به نظرت چطوره؟ اگه میخوای ادامه بدی مجبوری این کارو بکنی. میدونم وجدانت نمیذاره، ولی اینا رو به خاطر خودت نه، به خاطر جفتمون، با هدف خیر انجام میدی. بدترین تصمیمات از بلا تکلیف بودن بهتره چنار. اینو یادت نره، فراموشش نکن چنار. میشنم. به نظرت چیکار کنم؟ نمیدونم، خیلی هم خوب شده. هر جوری میخوای درستش کن. خب چنار، مشکل دقیقا همینه. من چون نمیدونستم چی کار کنم از تو پرسیدم. همین دنیز. چنار دخالت نکن. دنیز من باید برم. چنار تازه اومدی کجا؟ کارام مونده، باید حلش کنم، بعدا حرف میزنیم. فعلا خسته نباشی. خب باشه. یهو چش شد. داداش شوکت، منم کارت داشتم. خیر باشه آقا سردار. ساعت حمله بار مشخص شد، میخواستم خبرت کنم. بفرما داداش. این چیه؟ یه مقدار پوله و آدرس مکان. باشه، ولی هنوز که انجام ندادم. داداش این پول حقته. در ضمن این نصفشه، بقیهشو بعد تحویل میگیری. این که خیلی زیاده. داداش این حقته، تو فقط کارتو انجام بده. شما نگران نباشید، پشیمونتون نمی کنم. میدونم، ولی به هیچ کس نمیگی، یادت نره. نگران نباشین، با هیچ کس حرف نمیزنم. خسته نباشی. ممنون. خب دیگه من باید برم. ای بیچاره، خوبی آدمای ساده همینه، میتونم خیلی کارا رو انجام بدم.
آیسل، فکر میکنی این کار به موقع تموم میشه؟ باید هر جور شده تموم بشه جاله. لیلا خانم اعتماد کرده. آره ولی خیلی زیاده. باید شب و روز کار کنیم دیگه. من باز میکنم. وای داداش، چی کار کردی؟ نکنی بانکو زدی؟ این چرت و پرتا چیه دیگه جاله؟ خب راست میگه دیگه شوکت، اینا چی هن؟ مواد غذایی دیگه. خب گفتم یک کم خرید کنم. باشه خب، کار خوبی کردی خریدی و آوردی چوکت، اما به نظر زیاد نیست؟ از کجا این همه پول آوردی؟ کار کردم آیسل، این دیگه چه سوالیه؟ شوکت، ببین چی میگم، نکنه بازم قمار کردی؟ آیسل باور کن کار کردم، کار پیدا کردم، دارم زحمت میکشم. من که نفهمیدم این چه جور کاریه. به خدا اصلا خوبیم به شما نیومده، کار دیگه کار. خدایا آیسل چی شد؟ چقدر بلند بلند حرف می زدید؟ آیه چیزی نیست، ولش کن. آخه چرا به حرفت گوش دادم؟ بارش این دختر وقتی نتونه این کارو انجام بده چی کار کنه؟ خب نمیخواد باهات بمونه دیگه، چرا بهش فشار میاری؟ اوف. اوف چناره از دست تو. بیا بابا جون، با من کاری داشتی؟ بیا بشین دخترم. یکم پدر دختری با هم اختلاط کنیم. چیزتون که نیست؟ نه خیلی هم خوبم. خواستم باهات راجع به گردن بند حرف بزنم. نکنه گردن بندو پیدا کردی؟ متاسفانه نه. آی نمیفهمم آخه این گردن بند یهویی کجا غیبش زد؟ منم به خاطر همین کنجکاوم. دخترم تو به کسی شک نداری؟ تو عمارت کجا بیا به کی میتونم شک کنم آخه؟ حتی وقتی که فکارمندا رو چک میکردن عذاب وجدان گرفتم. حق داری، تا امروز تو عمارت من از این اتفاق نیفتاده بود. همینطوره، من نمیخوام گناه کسی رو گردن بگیرم. اما چی؟ خب به خاطر مراسم ازدواج معلوم نیست کی اومده و کی رفته، مخصوصا خانواده دنیز. ببین دخترم، نه دنیز نه خانواده‌اش همچین کاری نمی‌کنه. شما درست میگین، دنیز نمی‌کنه، اما خانواده‌اش رو که نمی‌شناسی. آخه تازه آشنا شدیم، تو دو روز که نمیشه فهمید، همه چی خیلی زود پیش اومد. نمیخواستم اینو بگم ولی چند روز پیش ژاله خانوم رو دیدم که تنهایی اومده بود اینجا، توی سالن نشسته بود. منم تعجب کردم، آخه تنهایی تو عمارت چی کار داره؟ البته که آدم شک میکنه. اصلا از اون زن خوشم نیومد. چرا تنهایی میاد عمارت مگه نه؟ اینقدر سریع تموم شد؟ آره کم بود. اومدی کمکم کنی؟ نه حوصله ندارم. منو باش فکر کردم کمکم میکنی. کاش که میشد بگم چه غلطی کردم، باید ازشون بگذری. چنار میشنوی دارم چی میگم؟ میشنوم. بیا همشونو از اول بکشیم. چنار چی کار میکنی؟ خب خوشت نیومده بود، دارم کمکت میکنم. سب کن چنار. خب خوشت نیومده بود. نکن دیگه تو رو خدا چنار. چیه ها؟ چیه؟ سب کن. میخوای از اصلا بگیری؟ چنار اذیت نکن دیگه، بده دیگه. پاکش میکنم. سب کن حالا میبینی.
باشه بیا خودت بگی. ببین همشو پاک کردی تو رو خودم. هنوز پاک نشده. این همه زحمت کشیدیم، نمیشه که همشو پاک کنیم چون مشتری دوست نداره چنار. باشه باشه، هر کاری دوست داری بکن. پس منم تنهات میزنم، خسته نباشی. چنار چی شده؟ این موضوع گردنبند ذهنمو درگیر کرده، اصلا راحت نیستم. دنیز دیگه ذهنتو درگیر نکن، بالاخره حلش میکنی. چنار چجوری حلش کنی؟ من کنجکاوم بدونم کی این کارو کرده، چرا اونو گذاشته تو کیف من؟ ببین منو، اینو بدون، خودم پیداش میکنم. میدونم بهت اعتماد دارم، در ضمن باید زن و شوهر به هم اعتماد داشته باشن. خیلی خوشحال به نظر میرسی نوران خانم، حتما اتفاق خوبی افتاده. بگو اتفاقای خوب. حاضرم بشنوم. خب آسینو دیدم، باهاش حرف زدم، توافق کردیم، یعنی به زودی یه عروسی داریم. داری جدی میگی؟ معلومه عزیزم، نکنه به زنت شک داشتی. به زودی با کجا بیا فامیل میشیم. همسر خودمی دیگه. دارید در مورد چی حرف میزنید که اینقدر خوشحالتون کرده ها؟ مامان؟ بابا میخنده؟ آره پسرم میخنده، دلیل خوشحالیمونم خودتی پسر خوشگلم. در مورد یه امر خیر با بابات حرف زدم. امر خیر؟ چی هست؟ تو الان بی خیال اینا شو، بگو که رابطت با آسین چطور پیش میره. تصمیم گرفتم که از آسین فاصله بگیرم. چی؟ این فاصله واسه جفتمون خیلی بهتره. چنین چیزی نمیشه پسرم، بین دوستا همیشه همچین مشکلایی هست، مهم اینه که ازش بگذری. مگه نه تکین؟ آره حق با مادرته، ناسلامتی رفیقی نه، باید ببخشی. من تو رستوران یکم کار دارم، باید حلشون کنم. روزتون خوش. خوشگلم، به حرفامون فکر کن. باش عزیزم، حواسم بهت هست. باشه سلطان. حسابی نازش دادی، اما مثل اینکه این بار حسابی جدیه. وقتی آسین کارشو شروع کنه همه چی درست میشه. میگی اینطوریه؟ آره همینطوره، به خودم شک ندارم. حق با توه، ازگور نمیتونه به آسین نبگه. دقیقا همینطوره، نمیتونه. خبرای خوبی تو راهه. فکر کنم از این موضوع خبر داری که ازگور بهت علاقه داره، از این به بعد تو هم عین خودش رفتار میکنی. خدایا مامانم اگه بفهمه من رفتم کلانتری، به خدا منو میکشه، نابودم میکنه. بابامم نیست که کنارم باشه. از یه طرف اگه کاری که خاله نوران گفت و انجام ندم به هم رحم نمیکنه. آی خدایا من چی کار کنم؟ آی آسین چطوری از این درد سر خلاص میشی؟ چه غلطی کردم؟ واقعا چه کار خوبی کردید که اومدید. بفرمایید آقا. ممنونم. خواهش می‌کنم. خیلی زحمت کشیدیم.
آقا فهمیده نیست که چیزیش نشده نه؟ آی سهر جون بذار آقا فهمی قهوهشو بخوره سریع سوال جوابو شروع میکنی خیلی عجولی. آی سهر خانم نگران نباشین چیزی نیست، ژال خانم بامیه آورده بودن امارت، من بعدن اینو فهمیدم. با دستایی خودم درست کردم، خوشتون اومد؟ بله خیلی عالی بود، منم اومدم هم یه قهوهی بخوریم همین که ازتون تشکر کنم. خواهش میکنم، لطف کردی. جل راست میگه خیلی خوب شد که اومدین، خوشحالمون کردین. آقا شوکت نیستن؟ رفتن سر کار. داداشم کار پیدا کرده، دو شیفت کار میکنه، شبا میره با تاکسی یه جا کار میکنه، روزام یه جای دیگه. خودشو خیلی خسته نکنه، به فکر خودشم باشه. تو این دور و زمانه زندگی خیلی سخته آقا فهمی، سعی میکنیم به هم کمک کنیم. با شماست. مام با درخواست لیلا خانوم لباس میدوزیم. لیلا خانوم دعوتمون کرد خانه مود، الانم واسه شون لباس میدوزیم. از این خبر نداشتم. خب دنبال یکی بودن که کارش خوب باشه، دنیزم دستش درد نکنه، منو معرفی کرده، خواسته به هم کمک کنه. خیلی خوبه، پس من مزاحمتون شدم. نه این چه حرفیه. خب شما کی رفتین؟ کی رفتیم جاله؟ دو روزی شده نه؟ آره دو روزی شده. دقیقا روزی که گردن بند گم شد، یعنی لیلا این کارو کرده؟ چطور؟ چیزی شده آقا فهمی؟ نه چیزی نیست، چیزی نیست، من بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم، با اجازتون میرم. شما که تازه تشریف آورده بودید. بازم مزاحمتون میشم، بس با اجازتون یه شب واسه شام تشریف بیارید، من با دستای خودم براتون غذاهای خوشمزه درست میکنم. حتما دفعه بعد حتما. خواهش میکنم. به حرفات گوش دادم، افتادم تو دام. خب باشه دیگه داداش، چرا آروم نیستی؟ مگه همینو نمیخواستی؟ من اینو نمیخواستم داداش جون، من میخواستم دنیز کنارم باشه، ولی کاملا برعکس شده، اینجوری دارم بهش آسیب میزنم. بارش حتی اگه این کارو لغوم بکنی دنیز بهت شک نمیکنه. این بدتره که دنیز به هم اعتماد کردی، دارم ازش سوء استفاده میکنم. بارش قطعی چه کارایی شدم. خب باشه دیگه، برو همه چیو بهش بگو، معذرت بخوا، بگو همه چیو. باشه تو راست میگی. اها نمیپرسه چرا این کارو کردی؟ خب اینجوری که خیلی بهتره، دلیلش رو بپرسه خیلی خوبه، میتونی احساستو بهش بگی، خیلی فرصت بزرگیه. بارش من میخوام دنیز با خواست خودش کنارم باشه، نمیخوام فشار بیارم. اینطوری نمیشه، درک نمیکنه، ازم ناراحت میشه. اما اینو بدون که چاره دیگه ای هم نداریم تا پروژه رو بفرستیم، باز خودت میدونی. یعنی میگم واسه این که تشکر کنه تا اینجا اومد، وای که این آدم چقدر متواضعه. آره هم مهربونه هم جنتلمن، دقیقا مرد رویاهامه. آدم های قدیمی اینطوری هن، آداب معاشرت و بلدن. آهی چه آدم قدیمی آی سل جون، ماشالله خیلی هم سرحاله. اینقدر مزخرف نگو جاله، یه جوری میگی انگار واسه دیدن تو اومده. معلومه که همینطوره. نخواست تابلو کنه که به خاطر من اینجا اومده، مرد بیچاره خجالت کشید. آی جاله تو رو خدا، اصلا بعضی اوقات من نمیتونم تو رو بشناسم، مرد به این بزرگی دروغ نمیگه. فقط بلدی تو ذوق آدم بزنی. مرد نمیخوام دوباره تکرار کنم، چیزی که میخواستم و گفتم. در مورد چی حرف میزنی آیکو؟ اینجا این پیه. این اینجا چیکار میکنه؟ سلام. خیلی خوش اومدی، بیا برو اونجا بشین. یکم دیر کردی، چند تا طرح مونده بود، باید اونا رو هم میفرستادم. خودتو خسته نکن، بهتره به مامانم بگم که کاراتو یکم کمترش کنه. نه آخی خیلی خوبی. ببخشیدم، منم اینجا. ای وای اصلا ندیدمه. پس ندیدی؟ همینطوره. گرسنه‌ای؟ میخوای یه چیزی بخوری؟
همبرگر اینجا محشره. نظرت چی ها؟ خب من خیلی مواظب تغذیه‌ام. آخه همبرگر خیلی برام سنگینه عزیزم. سنم جون تو در کل لاغری، یعنی مثل مانکنا میمونی. هیکل تو رو هیچی نمیتونه خراب کنه. حالا که اصرار میکنی باشه، این دفعه رو میخورم. پس بهتره من برم. خدافظ عزیزم. ببخشین میشه بیاین؟ نمیتونم کسی رو با مرت ببینم. آخه تا کی باید این وضعیت رو تحمل کنم؟ آهو خانم چیزی شده؟ خبرای خوبی برات ندارم الا حواسمون نباشه تو درد سر بزرگی میافتیم. اومدم هشدار بدم. بابا فهمی در مورد گردنبند تحقیق میکنه. امروز ازم بازجویی کرد. خب این چه ربطی به من داره؟ یعنی نمیدونی ها؟ تو هم درگیر این ماجرایی الا. کی میدونه من این کارو کردم؟ چطور میدونه؟ اگه بابام در این مورد تحقیق کنه ممکنه هر لحظه بفهمن. مواظب باش. به نظرم اینقدر بزرگش نکن. آهو خانم اصلا به من ربطی نداره. من خانوادت نیستم. اگه میخوای عضوی از این خانواده باشی باید ردی از خودت به جا نذاری. اگه واقعیت برملا بشه جفتمون بدبخت میشیم. اعتبارمون پیش بابا فهمی از دست میره. میدونم که تو هم اینو نمیخوای الا جون، مگه نه؟ کی به هم پیام داده؟ کیه؟ هیچی، اصلا مهم نیست. پس چرا اینقدر نگران شدی ایلا جون؟ نگران شدم، نه بابا عزیزم نشد. نکنه چیزی رو از من مخفی میکنی؟ نه عزیزم، چرا باید مخفی کنم؟ چند روز پیش با یکی قرار داشتم، اونه اصلا ولم نمی کنه. بلایی جونم شده. خب به پلیس شکایت کن. اگه ول نکنه مجبورم دیگه. حالا چی گفته؟ خودم میبینم. بابا بیا پسرم. سلام، خوبی؟ سلام. چطوری بابا، چی کار میکنی؟ خوبم ممنون. خبریه؟ انگار وضعیتت خیلی خوب نیست. نمیشه هیچی رو ازت مخفی کرد بابا، فوراً میفهمی که ناراحتم. مگه میشه آدم بچهشو نشناسه؟ قضیه گردن بنده. اصلا خیالم راحت نیست. دنیزم خیلی ناراحته. اینجوری نمیشه بابا. میدونم، حق داری پسرم. دارم سعی خودمو میکنم. بعدن میرم خونه موت. خونه موت؟ چرا؟ امروز یه سر رفتم خونه آیسل خانم. آیسل خانم و دنیز روزی که گردن بند گم شده رفتن پیش لیلا. یعنی به زنده‌داش لیلا شک داری؟ منظورت چیه بابا؟ نه پسرم، لیلا این کارو نمیکنه. من میگم برم اونجا یکم تحقیق کنم. اگه میخوای من برم بابا. آره اینم میشه. نباید بی خودی لیلا رو مشکوک کنیم. دختره دلش میشکنه. آره همینطوره بابا، حق داری. آها، اگه چیزی فهمیدی به منم خبر بده. به هیچ کس چیزی نگو، فهمیدی؟ اصلا نگران نباش بابا، بهت خبر میدم. اما چند تا کار هست که باید حلشون کنم. باشه پسرم. نوشه جون. ممنون، خسته نباشی. ممنون بابا.
چنار یکم خجالت بکش، چی کار میکنی؟ این پرونده کجاست؟ پیداش کردم. نباید مشتری این طرحو ببینه. دنیز معذرت میخوام. نه اما مجبورم. منو ببخش دنیز. دنیز متاسفم. چطور ممکنه؟ کی این کارو کرده؟ دیگه شورشو در آوردین شما؟ چی شده دخترم؟ صدا تو شنیدم، نگران شدم. چی شده؟ یکی طرحمو خراب کرده. ببین بفرمایید. لیلا خانم، اگه وقت دارید میشه برام یه ژاکت درست کنید؟ اوه چه سورپرایز خوبی چنار جون. بگیر بشین. ممنونم. مزاحمت که نیسته؟ نه درسم هیچ کاری مهمتر از تو نیست. تو خیلی این برا نمیای. هیچی رو نمیشه ازت مخفی کرد. تعریف کن ببینم چی شده؟ راستش به خاطر موضوع گردنبند اینجا اومدم. زن داداش لیلا به کمکت احتیاج دارم. در این رابطه هیچی نمیدونم. خب به کسی هم شک نداری؟ من فکر نمی کنم که این دزدی باشه. جدی میگی؟ آره آهوی دیگه. قطعا که گمش کرده. بیا تو. لیلا خانم بفرمایین پرونده که خواسته بودین. متشکرم. خب چی وسط بیاریم؟ هیچی نمیخوام، ممنون. دو فنجون قهوه امریکن. چیه؟ هنوزم عاشق همین قهوه ای. چیز دیگه ای هم هست؟ روزی که دنیز خانم و آیسل خانم اومده بودن، ال خانم رو تو خونه مد دیدم ولی کار داشتی نشد بهتون بگم. خیلی خوب، میتونی بریم. یعنی ممکنه کار الا باشه؟ چرا پیاممو پاک کردی؟ چی؟ پاک کردم؟ ببین جعبه دریافت خالیه. اوف، چون یهویی از دستم کشیدی لابد اشتباهی پاک شده. یه عالمه پیام مهم داشتم، همشون پاک شده. اوف، بگذریم، یه جوری جبرانش میکنم. دیدی؟ همین جوری مثل این پیام؟ باید حواسمون رو جمع کنیم. کوچکترین اشتباه همه چی رو نابود میکنه. من دیگه میرم. حرفامو آویزه یه گوشت کن. نمیتونم از این که بهش اعتماد کردم کار خوبی کردم یا نه. امیدوارم همه چی رو خراب نکنه. نباید یه لحظه هم ازش چشم بردارم.
نوش جونتون. خیلی ازت ممنونم. مرد، داری چی کار میکنی؟ داری چی کار میکنی؟ من میرم دستمو بشورم. باشه، خوبه. مرد، فکر میکنی اینطوری میتونی قانعم کنی؟ نمیدونم از چی داری حرف میزنی یویکو. خیلی خوب میفهمی. نه نه، فهمیدن. توضیح بده لطفا. داری اشتباه میکنی مرد، سعی میکنی حرصمو در بیاری اما نمیتونی. یویکو، تو هنوز منو نشناختی، دیگه ذره‌ای برام اهمیت نداری. تو نسبت به من کارتو ترجیح دادی، مگه نه؟ منم به انتخابت احترام قائلم و ازت میخوام که به انتخابم احترام بذاری. دیگه مطمئن شدم یکی تو عمارت منو نمیخواد. دخترم، خواهش میکنم اینو نگو، خیلی ناراحت میشم. ولی همینطوره آقا فهمی، اول ماجرای گردنبند، بعدشم که طراحیمو خراب کرده. به نظرتون همه چی مشخص نیست؟ دنیز، تو دختر مایی، عروس کجابی هستی، این خونه خودته. من نمیخوام ناراحتتون کنم اما اینجا من خودم رو راحت احساس نمیکنم. هنوز ماجرای گردنبند تموم نشده، ببینید این بلا سرم. بی خیال، فراموشش کن. تا جایی که میبینم اینم کپیه، نمیتونه مانع کارت بشه. من همیشه کارمو بلدم. آفرین، یکم اخماتو وا کن. ببین، موضوع گردنبندم حل میکنیم، همه چی رو برا میشه. ممنونم. ببین، همیشه همینجوری لبخند بزن، بهت میاد. اوف، آهو، داری دیوونم میکنی. چنار سلام، وقت داری یکم حرف بزنیم؟ البته، بیا. نه نه، همینجا. راستش توقع نداشتم اینجا ببینمت. تو هیچ وقت اینجا نمیای، چی شده؟ اومدم در رابطه با گردم من حرف بزنم. چنار، ببین من، الا میخوام هرچی میدونی رو بگی. والا نمیدونم، مربوط به خانوادت میشه. تو وقتی چیزی رو پنهون میکنی چشاتو میدوزدی، الان همه چیو میدونی. خب ممکنه به خاطر اومدن تو اینطوری شده. الا پنهون نکن، میدونم اون روز اومده بودی خونه مود. قول میدم بین خودمون بمونه. آبجی جون. آبجی، چطوری؟ اویکو، داری گریه میکنی؟ نه، خواستم صداتو بشنوم، دلتنگت شدم. دل منم برات یه ذره شده، این روزا خیلی درگیر بودم، نتونستم ببینمت. میدونم، دیگه مثل قدیم نیستی. این دیگه چه حرفیه اویکو، هنوزم آبجی می، یادت رفته؟ هیچ وقت از هم جدا نمیشی. آبجی خودمه. تعریف کن ببینم چی شده، چرا گرفتی؟ موضوع مرتاب جی، موندم چی کار کنم، میخوام رو کارم تمرکز کنم. ولی بدون اون نمیتونی، نه؟ آره، نمیخوام ناراحتش کنم چون میدونم پایان خوبی نداره. اویکو، چطور انقدر مطمئن حرف میزنی؟ مخصوصا وقتی عاشقشی. من فقط میخوام هر دومون ناراحت نباشی. پس باید بری دنبال عشقت عزیزم. یادت نره، عشق مال آدمای جسوره. تو اینجوری میگی؟ آره. هرچی پیش اومد عشقتو ترک نکن آبجی جونم، وگرنه پشیمون میشی.
میگی مثل تو باشم. آره مثل من. وقتی شما رو میبینم روحیه میگیرم. به شما افتخار میکنم آبجی. کاش میشد ما هم مثل شما بودیم. حالا بحث ما رو بیخیال اویکو. باشه باشه. خیلی آروم شدم باهات حرف زدم آبجی جون. الان دیگه باید برم. من همیشه کنارتم عزیزم، یادت نره. یادم نمیره. میبینم ایت. حال اویکو رو خوب میکنم، اما حال خودم رو باش. امیدوارم الا چیزی رو لو نده. چرا رفتاراش عجیب بود؟ هم چنا رو میخواد، هم با بقیه میپلکه. کاش که اونو قاطی این ماجرا نکرده بودم. آهو خانم. ببینم مگه در زدن بلد نیستی؟ من در زدم آهو خانم. اما من نشنیدم. اما آهو خانم. حرف نباشه، حد تو بشناس. الان برو. معذرت میخوام. بیا. میتونم بیام تو؟ بیا پسرم. پسرم چیزی فهمیدی؟ فهمیدم بابا. پیدا کردم که گردنبند رو دزدیده گذاشته تو کیف دنیز. کی بوده؟ از خودمونه؟ سلام. به نظرت کمرشو چی کار کنم؟ به نظرم اگه استاندارد طراحی بشه بهتره. یه لحظه وایسا. چی شد؟ میشه بلند شی؟ چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ میخوام ببینم چطوره. ببین کمر این استاندارده. نظرت چیه؟ حالا فهمیدم چی میگی. یعنی منظورت اینه که به تن هر کی بیاد فقط پوشیدنش راحت باشه؟ دقیقا. مرد، هم باهوشی هم خیلی بامزه. وقت گذروندن با تو خیلی خوبه. از این به بعد هر وقت که بخوای واسه تو وقت میذارم زنم. میخوام با تو هر جای دنیا رو بگردم و همه چیزو تجربه کنم. باشه؟ الان میتونی انجام بدی؟ آره میتونم. از خود راضی. این مار دور دختره میپیچه. میرم یه سر به مامانم بزنم. زود برمیگردم. میشه باهات حرف بزنم؟ درباره چی؟ درباره مرد. آخه چطور میتونه همچین کاری بکنه؟ بابا منم شنیدم شوکه شدم. اگه همچین کاریو کرده باید بتونه جوابش هم پس بده. بابا آروم باش. پسرم این کارش خیلی کار بدیه. آره بابا میدونم، ولی باید با صحبت حلش کنیم. شاید اونم دلایل خودشو داره. هیچ دلیلی نمیتونه این کارشو توجیه کنه. باشه بابا، باید با دنیز صحبت کنم. وایسا پسرم، خودم با دنیز حرف میزنم.
حساسه، فعلا نباید با خبر شه. باش، هرچی شما بگین. پس میرم دنیزو خبر میکنم. باشه پسرم. این چه وضعیه؟ خسته نباشی؟ چنار؟ کل روز زنگ زدم، کجا بودی؟ بیرون یه خورده کار داشتم، اونا رو حل کردم. چیزی شده؟ چرا اینطوری شده؟ نمیدونم، ولی تو خونه یکی هست که با هم مشکل داره. با این کار 100% مطمئن شدم. دنیز، کل زحماتت هدر رفت، ولی خیلی آرومی. حالت خوبه؟ اولش خیلی عصبانی شدم، اما خوشبختانه طراحیامو تو لپتاپ کپی کردم، مشکلی نیست. یعنی چی؟ طرحاتو فرستادی؟ آره چنار، چرا تعجب کردی؟ نه تعجب نکردم، اتفاقا خیلی خوشحال شدم. تبریک میگم. راستی بابا فهمی میخواست باهات صحبت کنه، اومده بودم اونو بهت بگم. در مورد چی؟ نمیدونم، چیزی نگفت. باشه پس من دیگه باید برم. باشه میبینمت. بیا. آقا فهمی؟ بشین دخترم. گردن بنده؟ فهمیدین که این کارو کرده؟ آره فهمیدم. کار کیه؟ این الا بیشتر از دنیز نگرانم کرده. اصلا آرامش ندارم. سرم درد گرفت. برم یه قرص بخورم. آهو خانم، میخوام در مورد یه موضوع باهاتون حرف بزنم. در مورد چی؟ گردن بندتون. نکنه همه چیزو فهمیده؟ گردن بندم. خب تو این از کجا پیدا کردی؟ راستش نمیشه گفت من پیداش کردم، از توی کیفم پیدا شد. تو کیفت بود؟ آره، یکی گذاشتتش توی کیف من. چطور ممکنه؟ کی میتونه همچین کاری بکنه؟ منم همینو از خودم پرسیدم، حتی به آقا فهمیم گفتم. کی میتونه در حدی بد باشه که به یکی تهمت دزدی بزنه؟ قلب کی میتونه انقدر پر از نفرت باشه؟ اما آقا فهمی میدونه. خب کیه؟ ای کاش منم میدونستم. خب یعنی چی؟ یعنی این که من اصلا در مورد این که کی این کارو کرده چیزی نمیدونم. باشه، ولی این گردنبند بال در نیاورده بره تو کیفت. باید یه توضیح منطقی داشته باشه. متاسفانه این توضیحو من نمیتونم بهتون بدم آهو خانم. این مهم نیست که کی برش داشته، مهم اینه این بازی کثیفو کی را انداخته. به من اعتماد کن دخترم، از این به بعد این اتفاق نمیفته. تو امارت کجا بیای این اولی و آخریشه. من به شما اعتماد دارم، ولی نمیتونم وقتی یکی میخواسته به من تهمت دزدی بزنه ساکت بمونم. منم دقیقا همینو میخوام، که ساکت بمونی. نه، اگه شما منو میشناختید میدونستید که
من اصلا ساکت نمیمونم آقا فهمی. من به اندازه کافی تو رو میشناسم، برای همین اینکه بعضی چیزا رو ندونی و نشنوی خیلی بهتره. بهم اعتماد کن. فهمیدم. شما سعی دارید از یکی محافظت کنید. دخترم، این امارت و این خانواده‌ای که تو هم داخلشی بعضی قوانین داره، نباید رو حرف بزرگترها حرف بزنی. من دخترم، از تو خواهش میکنم این موضوع رو بیشتر از این کشش نده. گردن بند و باهو بدیم و تموم شه. باشه؟ قبوله؟ هم باشه، من اینو بهشون میدم. آقا فهمی میدونه کار کیه ولی به هم نمیگه. آخه چطور ممکنه توی عمارت کجاریا این اتفاق بیفته؟ واقعا کسی نیست که بهش شک داشته باشین آهو خانوم؟ همه کسایی که اینجا هستن خانواده منن. کارکنها دوربینای مداربسته رو چک کردن که فتو گشتن، چیزی نبود. من نمیخوام گناه کسی رو بشورم. بازم اگه فهمیدین به من میگی؟ البته، این حق توه. ممنونم. روز بخیر. روز بخیر. همه چی تا اینجا بوده. سالها زندگی ساختم. الان یهو تموم میشه. کی فکرشو میکرد دنیز بیاد و آهو بره؟ ممکن نیست. بابام هرگز منو نمیبخشه. آهو خانم، آقا فهمی تو اتاقشون منتظر شما. بیا. بابا جون منو صدا زدی؟ بگیر بشین دخترم. میخوام با تو در مورد یه موضوع مهم صحبت کنم. مشکلی پیش اومده؟ چرا طوری رفتار میکنی انگار خبر نداری؟ دیگه میخواستی چی بشه؟ دنیز گردن بندو به داد؟ آره، موضوع رو تعریف کرد. فکرشو نمیکردم کاری کنی که هم تو هم من به همچین وضعیتی برسیم. دخترم، این چه کاری بود کردی؟ این موضوع به این سادگی ها تموم نمیشه. بابا جون شما واقعا حق داری. باشه، میدونم میدونم نمیتونستی حدس بزنی کار به اینجا میکشه و تا این حد پیش میره. آره، ولی این قطره ای بود که باعث لبریز شدن لیوان شد. بابا جون عصبانی نشین، من میدونم شما واقعا حق دارین. ممکن نیست همچین اتفاقی تو خانواده ما بیفته. هر کسی هم که اشتباه کنه تاوانشو پس میده. مگه میشه با شرف و شخصیت یه آدم اینقدر بازی کرد؟ یعنی چطور یه آدم اینقدر خودخواه و اینقدر خائن میشه؟ اگه فکر میکنه این خطاش بدون تاوان میمونه خیلی اشتباه میکنه. آسین؟ آره آسین، اون گردن بندو گذاشته تو کیف. باورم نمیشه. برای اینکه بفهمم کیه حتما باید تهمت جنایت میزن. دنیز چی شده؟ چرا اینقدر عصبی هستی؟ به خاطر بابات. بابات میدونه کی گردن بندو دزدیده ولی به من نمیگه. چنا باشه، وایسا عصبانی نشو. حتما بابام یه چیزی میدونه. آروم باش. تو بودی عصبانی نمیشدی؟ کسی که این کارو کرده توی خونه است. چنا تو اگه جای من بودی چیکار میکردی؟ دنیز تو این حرفا از کجا در میاری؟ بابا فهمی قطعا یه نقشه‌ای داره. نمیخواد کسی که این کارو کرده بدون مجازات بمونه. از اینکه به من چیزی نمیگه مشخصه. دنیز ببین، حتما چنار میدونی کیه یا نه؟ نمیدونم من از کجا بدونم. اگه میدونستم بهت میگفتم، مطمئن باش. من تا واقعیتو نفهمم بیخیال این قضیه نمیشم چنار.
دنیز، به نظرم بیشتر از این ادامه نده. نبش قبر این موضوع واسه هیچ کس خوب نیست. مطمئنم چون به فکر توی مخفی میکنه. آقا فهمی میخواد از کسی که این کارو کرده حفاظت کنه، نه من. وگرنه به هم میگفت چنار. منم قاطی چه کارایی شدم، واقعا باورم نمیشه. ببین میدونم تا امروز اصلا نتونستم رابطه خوبی داشته باشیم، ولی این حرفا فقط به خاطر اینه که به فکرتم. چی میخوای بگی؟ من نمیخوام تو ناراحت بشی. مرد واسه این که من حسادت کنم از تو استفاده میکنه. چطور ممکنه بابا؟ شما مطمئن این کار آسینه؟ اگه شک داشتم بهت نمیگفتم. اگه درباره این موضوع مداره که معتبری دستم نبود، با تو در این باره صحبت نمی کردم. خیلی خوب، قراره چی کار کنیم؟ شما راه حلی دارین بابا جون؟ دارم. اینو به آسین نمیگیم. این موضوع فقط من و تو و چنار می دونیم. یعنی چنارم خبر داره؟ آره. آسین باید مجازات بشه. از این به بعد از خونه به دانشگاه و از دانشگاه به خونه. راننده میبره و میارتش. دیگه بچه نیست. نمیتونم اینو تحمل کنم. این بدون مجازات نمیمونه. تو هم خیلی مواظب باش دخترم. باشه بابا. نگران نباشی. من با آسین حرف میزنم. اگه اشکالی نداره بپرسم، چطور فهمیدین که آسین گردنبند گذاشته تو کیف دنیز بابا جون؟ چنار فهمیده. الا گفته که آسین ازش کمک خواسته. پس این کارو اون کرده. من میدونم چطوری مجازاتش کنم. شما نگران نباشین. با اجازتون. بابت غذاهای خوشمزه‌تون ممنون. ببینم خوشمزه است. آره، خوشتون اومد؟ عالیه. سلام. تو اینجا چی کار میکنی؟ نمیدونم. شاید دلم واسه یکی که ندیدمش تنگ شده. یا به یه احمق که بدون خبر تو توی نقشات بهت کمک کنه نیاز پیدا کردی. همینطوره؟ عذرگر. از این به بعد هیچ کاری که تو رو ناراحت و اذیت کنه نمیکنم. قول میدم. آسین، از دروغه علکیت سیرم. این نکن دیگه، اینطوری نگو، ناراحت میشم. باشه، قبولی، اشتباهی کردم. ولی نمیشه یه شانس دیگه به هم بدی؟ در مقابل دی آسین دیگه میبینی یا؟ میدونی که شانس دیگه ای در کار نیست آسین. حرفای آدم ها نه، کاراشون شخصیتشون رو نشون میده. تو هم با حرکاتت خیلی خوب خودتو به هم نشون دادی دختر. برای همینم الان میرم، باید به کارام برسم. اوف، اگه یه روز دیگه بود منو میدید دهنش باز میمود. امروز برام قیافه میگیره. ها، فرمانده سازمان مخالفت آزادی هم زنگ میزنه. فرصت رو از دست ندیم. بله خاله نوران جون. آسین عزیزم چطوری؟ ممنونم، شما؟ منم خوبم. انشالله با خبرایی که به هم میدی بهترم میشم دخترم. الان پیش ازگارم، ولی اون کارا با عجله پیش نمیره متاسفانه. اشکالی نداره، من اعتمادم به تو کامله، ولی بازم کشش نده باشه؟ و حتما منو خبر کن. باشه، کشش نمیدم، خبرتو میکنم. مادر و پسر، من با شما چی کار کنم؟ رسمن دارم عذاب احمق بازی خودم رو میکشم. من باید یه راهی پیدا کنم که دنیز بی خیال این قضیه بشه. اینطوری مجبورم همش دروغ بگم. ولی چطور؟
چنار، من اجازه نمیدم کسی این موضوع رو تموم کنه و بره پی کارش، حتی اگه این شخص باباتم باشه. دنیز، منتظری چی بگن؟ ببین بابا فهمی انسان قاطعیه، نمیتونی به راحتی نظر اونو تغییر بدی. منم لجم لجه چنار، تا وقتی که من حقیقتو بفهمم، تا زمانی که بفهمم اون گردنبند و کی گذاشته توی کیف من، بیخیال این قضیه نمیشم. چی کار میکنی؟ تک تکمونو بازجویی میکنی؟ آره؟ نیازی به این کار نیست، همین که یه اسم از دهن یه نفر بیاد بیرون برای من کافیه. خودت میدونی من بهت هشدارمو دادم. بابا فهمی از این که انقدر پیگیری موضوع باشی خوشش نمیاد. خب خوشش نیاد چنار، بعدش هم نیازی به هشدار دادن تو ندارم. دنیز کجا میری؟ بشین حرف بزنیم. میرم یه جایی که آدم ها به خاطر اینکه از من چیزی رو مخفی کنن دروغ نمیگن. میرم یه جایی که نفس بکشم چنار. منتظرت نبودم، این سورپرایز و مدیون چی هستم؟ تو به چه حقی زیر همچین کاری رو امضا میکنی؟ بگو ببینم. هنوز زیر چیزی رو امضا نکردم. با زخرف گفتن رو بس کن. چطور جرم رو میندازی گردن آسین؟ اگه صدا تو بلند نکنی خوشحال میشم، اینجا ارومیه هست. به سوالم جواب بده، وگرنه اهالی این محله شاهد چیزایی میشن که اصلا خوشایند نیست، فهمیدی؟ باید یه اسمی گفتم. چنار منو تحت فشار گذاشته بود، وگرنه همه چیزو میفهمید. همین که مجرم مشخص شد، همین که به گردنبند رسیدی، فکر کنم موضوع بسته شد. با قربانی کردن دختر من؟ من اجازه همچین چیزی رو بهت نمیدم. میری میگی من دزدیدم و جرمو گردن میگیری. همچین چیزی نمیشه. یه لحظه وایس رو بهت نشون میدم. اگه میخوای عضوی از این خانواده باشی، باید روی برف طوری راه بری که ردی از خودت جا نذاری. اگه این واقعیت فاش بشه، هم تو نابود میشی هم من. پیش بابا فهمی اعتبار هر دومون از بین میره. اینو نه تو میخوای نه من. مگه نه الا جون؟ تو چی کار کردی؟ خیلی زیاده روی کردی، نباید این کارو میکردی. من چطور بهت اعتماد کردم؟ گفتی آبجی آهو کمکم کن رابطم رو با چنار درست کنم. فکر کردم تو دوستی، ولی در اولین فرصت منو فروختی. دخترم هم قاطی بازیای کثیفت کردی. من از خودم محافظت کردم. چنار اگه بیشتر از این پافشار میکرد همه چیو میفهمید. تو هنوزم به جای اینکه ازم تشکر کنی بهم سیلی میزنی. بعدش هم تو با دنیز چه مشکلی داری؟ به تو ربطی نداره. حساب این سیلی رو ازت پس میگیرم. تو مشکلت با اون دختر چی؟ ممکن نیست به خاطر چنار باشه. تو یه چیزی دیگه مخفی میکنی، من همه چیو میفهمم. چه خوب شد اومدی، واقعا خیلی دلم واسه تنگ شده بود. منم دلم واسه شما تنگ شده مامان جون. گفتم دانشگاه تموم شد دیگه بهتون رسیدم، ولی هنوزم ازتون سیر نشده جدا شده. حالا که تازه ازدواج کردی یکم اینطوری میشی، اما به مرور زمان خوب میشی. تو به اون خونه عادت کردی؟ انگار دارم عادت میکنم، یعنی در نتیجه با چنار ازدواج کردم. ولی رفتم توی یه خانواده متفاوت. تو یه چیزی نوک زبونته؟ اما نه مامان جون، هیچی نیست. به خاطر اینکه ناراحتم یا حوصله‌ام سر رفته نگفتم، بعد برداشت نکن باشه. اون هم آدم های بدی نیستن، ولی همونطور که تو گفتی به زمان نیاز دارم. وقتی بچه‌ام بودی همینطوری بودی، میخواستی یه خبر خوب بدی، بدو بدو میومدی و میگفتی، اما اگه با یکی بحث و دعوا میکردی همینطوری حرفو میپیچوندی. بگو ببینم چی شده دخترم. مامان،
من نمیدونم کیه، ولی یکی منو توی عمارت نمیخواد. این از کجا فهمیدی؟ میشه یکم حرف بزنیم؟ میخوای در مورد چی حرف بزنیم؟ چون نمیخوام وقت با ارزشمو تلف کنم آیکا. واسه اون بعد شنیدن حرفام تصمیم میگیری. آره آفرین، تونستی توجه همو جلب کنی. خب میشنوم. میشه یکم جدی باشی؟ خیلی خب بگو. اینجا نمیشه، بریم بیرون. خواب آیکو، سراپا گوشم، میشنوم. تو همچین آدمی نیستی مرد، با احساسات بقیه بازی نمی کنی. بعدشم لازم نیست من اینو بهت بگم، خودت این کارو نمی کنی، نباید این کارو بکنی. ممکن نیست عوض شده باشم آیکو ها؟ شاید دیگه اون مرتی که تو میشناسی نیستم، همین. شاید میخوام مرتی باشم که به جای دیگران روی خودش تمرکز میکنه. اینطوری بهش نگاه کن. نکن مرد، حرفایی که به زور به خودت میگی و به من نگو. آیکو واقعا میخوای این حرفا رو به هم بزنی؟ اگه نمیخوای بگی چی شده، من دارم میرم. درست نیست که از سنم استفاده کنی، بعدش خیلی ناراحت میشه، دلش میشکنه. اصلا به این فکر کردی؟ تو از کجا میدونی که دلش میشکنه؟ چون میدونم آخرش چی میشه. جوری رفتار نکن که نمیفهمم. اگه اشتباه کنی چی؟ اگه من واقعا از سنم خوشم بیاد چی آیکو؟ من فکر نمی کنم، ولی باشه، معذرت می خوام، توی کاری که به مربوط نیست دخالت کردم. ولی بازم اینو بدون، من اصلا باور نمی کنم تو عوض شدی. در ضمن بد برداشت نکن، منظورم این نیست که حق با منه، ولی اگه آخر روز با وجدان تنها شدی منو درک می کنی. فکر میکنه میتونه منو بترسونه و من عقب بکشم، ولی اشتباه میکنی. توی عمارت اوضاع وقتی آروم شد، موضوع گردن بندم که فراموش کردن، میدونم باها چی کار کنم. الا خانم، مگه میشه من میدون و واسه تو خالی کنم؟ خوش اومدین آهو خانم، ببینم چیزی میخواین؟ بابا تو اتاقشه، رفتن بیرون. آسین چی؟ من اومدم مامان جون. اینا رو ببر تو اتاقم سوزان. باشه خانم. آی دیگه دوران گفتن مامان جون تموم شد. باشه بابا، نمیخوای نمیگم، الان به این گیر میدی. از کجا اومدی؟ از خاک. با من درست صحبت کن. رفتم بیرون یکم، این همه انسانای همسن خودم، یعنی چیزی برای عصبانی شدن نیست. دیگه تنهایی بیرون رفتن ممنوعه. خونه دانشگاه، دانشگاه خونه، دیگه نمیتونی تنهایی جایی بری. یعنی چی مامان؟ بیرون هنوز تموم نشده. هر وقتم بخوای بری خرید با من میری. هر چی رو داری فراموشش کن. کلوپ تنیس و بقیه چیزا رو باید همه رو فراموش کنی. میشه بگین گلدون من کجاست مامان؟ گاهی وقتام به منم آب بدین تا بتونم زنده بمونم، چطوره؟ برای منم واقعا یه تجربه عالی شد مامان. اگه به اینطور صحبت کردن و اخلاقات ادامه بدی، اونم به واقعیت میپیونده. اگه بابام اینجا بود هیچ کدوم از این کارا رو نمیتونستی باهم بکنی، اجازه نمیداد. بابات بهت رو داده که این کارا رو میکنی. از این به بعد من قوانین رو تعیین میکنم. نقشا عوض شد. زود باش برو تو اتاقت. ولی آخه مامان. گفتم برو تو اتاقت. اینطوره مامان جون، اول جریان گردنبند، بعدش هم اتفاقایی که واسه پروژم افتاد. ای بابا، خب بگیم یکیش اتفاقی بود، اما پس اون یکیش چی؟ خب نمیدونم، آقا فهمی چیزی نمیگه، ولی من هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. آقا فهمی آدم با تجربه، یعنی اگه نمیگه یه دلیلی داره، آدمی نیست با عروسش لجبازی کنه. نه خب منم اونو مقصر نمیدونم، فقط نمیفهمم چرا به هم نمیگه.
من میدونم تو تازه ازدواج کردی، واسه اینکه این چیزا ذهنتو درگیر نکنه، ناراحتت نکنه، داره خودشو سپر شما میکنه، هم تو هم چنار. با چنارم یکم بد رفتار کردم، امیدوارم به دل نگرفته باشه. بی خیال، من و بابات انقدر دعوا کردیم اما بعدش بلد بودیم چطوری دل همو به دست بیاریم. شمام آشتی میکنین، فقط کافیه که عشق بینتون کم نشه. مامان عزیزم، خیلی دوست دارم. خب دیگه من باید برم. باشه دخترم، میبینم. میبینمت عزیزم. آهو، اینه و پارچه جنس بعد از بیرون براق و خوشگلی، ولی از درون خیلی زشتی، ولی برا تو هیچ خیری نیست. بزرگترین خیانت رو به دنیز تو کردی. بیچاره خبر نداره. تاوان این خیانت رو من کاری میکنم که پس بدی. تو هم میخوای چنار؟ آره، ممنونه. ممنون سوزان. نوش جونتون. از مصاحبه کاریت خبری نشد؟ هنوز زنگ نزدن. تو چرا اینقدر کنجکاو شدی؟ یعنی چون همین دیروزم پرسیدی؟ هیچی، همینطوری کنجکاوم دیگه. امیدوارم نتیجه خوبی بگیری. من مطمئنم که دنیز کار خوبی از آب در میاره، تو نگران نباش. منم همینطور بابا، حق داری. صبح همگی بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. باید برای صبحونه و شام به وقتش بیای این سر سفره. باشه بابا بزرگ، ببخشید. سوزان جونا، پرتقال و پنکیک میخوام، میشه برام بیاری؟ فوراً آماده میکنم. بابا بزرگ، میدونی بابام کی میاد؟ انگار کار شکم طول میکشه. چرا پرسیدی؟ چون راه دیگه این نیست که من به آزادیم برسم. هرچی بابام از من دور باشه، من بیشتر اسیرم. دخترم، صبحونتو بخور. برای صحبت کردن در این باره هنوز زود نیست؟ نیست مامان، یکی باید برای من توضیح بده من بفهمم چی شده. چرا من فقط توی این خونه مجازات میشم و حتی نمیدونم اصلا کار اشتباه من چی بوده؟ آسین، حرفای مادرتو خوب گوش کن، کشش نده، صبونتو بخور. اوف. آیسل، چته؟ خیلی ناراحت به نظر میای. والا منم نمیخوام بگم، ولی مشکلی واسه پیش اومده؟ چه مشکلی داشته باشم شوکت؟ والا اصلا اینطور به نظر نمیرسه آیسل. یعنی من زنی که خیلی وقته با هم زندگی میکنن را هنوز نشناختم؟ نه نه، داداشم راست میگه، تو یه چیزی هست. آی بس دیگه، اینقدر به هم فشار نیارید، من یه عالمه دارو میخورم. فکر میکنید آسونه؟ من نمیتونم عین شما هر لحظه بگم بخندم. عمه، بابا، فکر کنم لازم نیست بگم باید چی کار کنی. آیسل سلطان، اگه چیزی ناراحتش کنه وقتی من میام به هم میگه، منم به اونایی که ناراحتشون کردن درسشون رو میدم. باشه عزیز دلم. زود باش بیا بریم صبونه بخوریم. باشه دختر خوشگلم. آیسل جون، امروز همسایه مهمونی داره، میخوای با هم بریم اونجا؟ حالا هوات هم عوض میشه ها. آی من نمیتونم جایی برم، تازه باید برم خونه مود. زود باش بریم صبونه بخوریم. باشه باشه، من میام، دیر نمی کنم، نگران نباشی. با کی حرف می زدی؟ چنار، تو برو شرکت، من فعلا نمیتونم بیام.
چرا دنیز؟ خیر باشه. جلسه دارم دیگه. آه، با کی؟ با مشتری؟ آره، زنگ زدن گفتن باید فوراً همدیگه رو ببینیم، وقتی برم میفهمم چی شده. میخوای منم بیام؟ نه ممنونم. دنیز؟ اگه بخوای میتونم بیام، شاید تونستم بهت کمک کنم. ممنون، همین که بهش فکر کردی کافیه، ولی من خودم حلش میکنم. میبینم ایت. هر طوری که تو بخوای.